قانون 100 ساعت The 100 Hour Rule قانون 100 ساعت میگه اگر 100 ساعت در سال که میشه 18 دقیقه در هر روز هممون توی هر رشته ای کاراته، ویولون و یا یادگیری زبانهای مختلف اگر 18 دقیقه در روز واسش وقت بذاریم که میشه 100 ساعت در سال توی اون رشته از 95 درصد آدمای جهان بهتر میشیم و توی این قانون داشتن استمرار از هر چیزی مهمتره حالا اگر این روزها برنامه شلوغ و وقت آزاد نداری اما یادگیری زبان انگلیسی یکی از اهداف پیش رود هست بهت پیشنهاد میدم این ویدیو رو تا آخر ببینی چون میخوام بهت توضیح بدم که چطور با روزی 18 دقیقه که در سال میشه 100 ساعت میتونی زبان انگلیسی رو به خوبی یاد بگیری خب از سطح مبتدی شروع میکنیم طبیعتا باید وکابولری بخونی و دایره لغتت رو افزایش بدی گرامر بخونی و جمله سازی تو تمرین بکنی و مهمتر از همه لیسنینگه خودت رو باید در لیسنی و گوش دادن به زبان انگلیسی غرق بکنی و در انتها که این سه تا ورودی رو به مقصد دادی حالا بری سراغ خروجی یا اسپیکینگ و شروع کنید تمرین انگلیسی حرف زدن اگر بخوایم هفت روز هفته رو تقسیم بندی بکنیم و بگیم توی هر روز چی بخونیم به این صورت میشه برنامهمون شنبه یک شنبه و دوشنبه روز شنبه رو اختصاص بده به وکبولری کتاب های چهار هزار لغت ضروری انگلیسی کتاب های خیلی خوبی هستند که از سطح مبتدی تا پیشرفته رو ساپورت میکنه و لغت ها رو در قالب مثال بهتون درس میده لغت هر درس رو با مثالش یاد بگیرد و از یک دیکشنری آنلاین برای چک کردن تلفظات حتما استفاده کن و روز یکشنبه برو سراغ خوندن گرامر و با کتاب بیسیک گرامر in نیوز جلد قرمز جمله سازی انگلیسی رو شروع کن به تمرین کردن از درس یک به ترتیب شروع کن به خوندن لغت هایی که روز قبل خوندی رو با گرامر هایی که این روز داری یاد میگیری ترکیب کن و با هم جمله سازی تمرین کن و روز دوشنبه نوبت لیسنینگ هست این روز رو باید اختصاص بدی به فقط گوش دادن به زبان انگلیسی آخر هر درس از کتاب های چهار 4000، هزار هزاری که برای لغتمون انتخاب کردیم آخر هر درس یک داستان قرار داده که تمام لغت هایی که تو درس بهمون آموزش داد رو تو دل یک داستان جا داده تو 18 دقیقه حد اقل سه یا چهار دفعه میتونی به این داستان گوش بدی تو دفعه آخر سعی کن لغات انگلیسی گرامرها و جمله هایی که میشنوی رو یادداشت بکنی و اینها رو در ادامه روز مدام تمرین کن و بعد میری سراغ ادامه روزهای هفته سه شنبه، چهار شنبه و پنجشنبه شنبه این سه روز رو میتونی اختصاص بدی به مرور اون چیزی که در روزهای قبل خوندی اما اگر اونها رو به خوبی یاد گرفتی میتونی مجددا برنامه رو ادامه بدی سه شنبه وکابیلری، چهار گرامر و مجددا پنجشنبه شنبه بری سراغ لیسنینگ از درسهای جدید و اما میرسیم به روز جمعه روز تمرین سپیکینگ تو کل هفته در حال دریافت ورودی بودی کلی به مغزت ورودی دادی و حالا باید از ورودی هایی که به مغز دادی خروجی بگیری و شروع کنی انگلیسی حرف زدن خصوصا از قسمت داستان داستانهایی که گوش دادی رو باید شروع بکنی از زبان خود تعریف کردن و همچنین جمله هایی که تو داستان رو احساس می کنی جمله های کاربردی و خوبی هست رو توی یه دفتر شروع کنی یادداشت کردن و من قبلا در مورد اینکه چطوری از پادکست ها داستان ها و یا فایل های صوتی که گوش میدیم خروجی بگیریم و شروع کنیم انگلیسی حرف زدن در این مورد ویدیویی رو در کانال قرار دادم که لینکش رو این بالا براتون میذارم در قسمت توضیحات همین ویدیو هم قرار میدم پس این روز رو کاملا اختصاص میدی به خروجی گرفتن و تمرین سپیکینگ و اگر سطحت بالاتر از مبتدی هست دقیقا همین برنامه رو اجرا کن فقط سطح منابع و کتاب هایی که استفاده میکنی رو تغییر بده در مورد لغت کتاب های چهار هزار اما جلد سه و چهار و یا بالاتر رو شروع کن بخوندن و در مورد گرامر کتاب های گرامر اینیوز جلد آبی مناسب سطح متوسط رو به بالا هست و مهمترین قسمت رو یادتون نره برای هر سطحی خروجی گرفتن مهمترین قسمته اگر از ورودی هایی که دریافت میکنی خروجی نگیری هیچ وقت نمیتونی انگلیسی صحبت کنی دوباره همون حالت گله پیش میاد که مدتها زبان انگلیسی خوندم اما نمیتونم صحبت کنم متوجه میشم بعد نمیتونم حرف بزنم اما در مورد کتاب های هم که بهتون معرفی کردم بچه ها میدونید کتاب های گرامر بیسیک گرامر این جلد قرمز و همچنین جلد آبی یعنی جلد بعدی این رو هم در کانال زبانداد دارم بهتون آموزش میدم و به زودی آموزش کتاب های لغت رو هم شروع میکنیم پس نگران کتاب های چهار هزار نباشید خب حالا که متوجه شدیم قانون 100 ساعت با روز 18 دقیقه چقدر میتونه بهمون به کمک بکنه بریم سراغ پارت 2 یا قسمت دوم ویدیو و آموزش درس دو و سه از این کتاب اما قبل از شروع درس بچه ها لطفا برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک کنید در قسمت کامنت ها هم نظرتون رو حتما در مورد روش های مختلفی که بهتون میگم بنویسید اما بریم سراغ درس شماره دو و سه از این کتاب بیسیک Grammar in News. اینها کتاب های گرامر هستند اوکی ولی بهتر ما اسمشون رو بذاریم کتاب های جمله سازی انگلیسی چون جمله سازی رو به ما یاد میدن وقتی جمله سازیمون هم تقویت بشه یعنی ما مکالمه خیلی راحتتر و بهتری رو میتونیم در زبان انگلیسی داشته باشیم که من سعی کردم این کتاب ها رو با روش چانگ بهتون درس بدم حالا روش چانگ چیه؟ روش الگوهای آماده درس های این کتاب رو تبدیلشون میکنیم به الگوهای آماده شما این الگوها رو یاد میگیرید و بعد توی مکالماتتون خیلی راحت شروع میکنید استفاده کردن که اصطلاحا به این روش میگن روش چانک بریم و درس دو رو با همین روش یعنی روش چانک شروع بکنیم اولین چانک توی این چانک یا الگوی آماده تمام حواست رو بذار روی شکل فعل جمله اول فاعل دارم و بعد فعل دارم فعل جمله رو ساده و بکر میاری توی جمله برای زمانی که میخوای کلیگویی بکنی یه چیزی رو در حالت کلی میخوای بگی که این وجود داره کلا ربطی به زمان خاصی هم نداره بنابراین چانک به این شکل مثلا آی و بعد ورب تو به شکل کاملا ساده میذاری I have breakfast every day من هر روز صبحونه میخورم به فل دقت کن به فعل دقت کن که ساده داره میاد این جمله یعنی کلا من کلا این مدلی ام که هر روز صبحانه رو میخورم I get up early in the morning I get up early in the morning فعل ساده اومده یعنی کلا این مدلیه من کلا صبحای زود از خواب بیدار میشم پس تو چون که اول یاد گرفتیم فعل رو اگر ساده بعد فاعل قرار بدی کاملا بک مفاهیم کلی رو داری میرسونی یه مثال دیگه We go away at weekends We go away at weekends فعل ساده آوردم تو چانگ یعنی ما کلا آخر هفته ها میریم بیرون یعنی ما کلن این ما کلا این مدلیم آخر هفته ها رو میریم بیرون اما در ادامه همین چانک اگر فائل تغییر بکنه و تبدیل بشه به شی، هی و ات کافیه که فعل چانک تو همراه یک اس در انتهای اون فعل بیاری توی جمله یعنی به انتهای فعل دی اس بذاری شی travels in the summer شی travels in the summer اون تابستونا میره مسافرت یا سفر میکنه she travels اس انتهاش رو دقت بکن و صدای ز داره she travels in the summer he gets up early in the morning he gets up early in the morning او صبح زود از خواب بیدار میشه چون فایل رو اینجا هی در واقع قرار دادیم چون که من اینطور میشه که انتهای فعل یه دونه اسم هم میذاریم ولی دارم کلا میگم he gets up early in the morning اون کلا صبحای زود از خواب بیدار میشه یعنی کلا این مدلیه فعل و تو چانک ساده میارم فقط آخرش یه دونه اس قرار میدم He gets up early in the morning یا این مثال The cafe opens at 7 a.m. The cafe opens at 7 a.m. Opens کافه مثل ایت میمونه یعنی اینجا چه بذارم ایت و یا the cafe هر دو از جنس ات دیگه It or the cafe opens at seven یعنی این کافه هر روز ساعت هفت صبح باز میکنه کلا این مدلیه پس چون کلا داریم صحبت میکنیم فعل ساده اما چون ایته فقط انتهاش یه اس قرار میگیره پس این چانکو به این صورته بنابراین فعل زمانی ساده میره تو جمله یا تو چانک که ما میخواییم کلیگویی بکنیم یه چیزی رو به صورت کلی بگیم حالا بریم سراغ سوال پرسیدن در حالت کلی وقتی میخوای از یه نفر در حالت کلی سوالی رو بپرسی سوال تو با دو یو شروع کن پس چانکت دو یو دو یو دو یو ورک تو کار میکنی کلن شاغلی سر کار میری یا بیکاری پس do you work؟ کلن دارم میپرسم. Do you have breakfast in the morning؟ صبحا صبونه میخوری؟ do, do, do you have breakfast in the morning؟ پس سرعت کن بعد از do you verb میذاری. Do you have breakfast in the morning؟ Do you get up early؟ Do you, do you get up early؟ کلن زود از خواب بیدار میشی؟ Do you get up early؟ پس چون دارم یه سوال کلی رو از طرف مقابل میپرسم از چانک do استفاده میکنم حالا فرض کن توی همین چانک به جای تو میخوام بگم او در این صورت از does she استفاده میکنم پس چانکمون تبدیل میشه به does she و بعد ورب رو میاریم یعنی فعل رو does she go to university does she go to university او کلا دانشجوه میره دانشگاه پس دوباره چانک برای سوال پرسیدن در حالت کلی هست. اما برای او Does she go to university? دانشجو کلن میره دانشگاه؟ یا Does he sleep late? Does he sleep late? اون کلن دیر میخوابه؟ پس کلی Does he sleep late? یا این مثال Does the bank close at 2 p.m.? بانک ساعت دو هر روز تعطیل میکنه کلا این بانک این مدلیه داز د بنک کلوز ات 2 پی پس سوالاتی که میخوای کلی بپرسی آیا کلا این مدلیه با دو یو و یا داز شی داز هی داز it شروع میکنی سوالتو و اما در حالت منفی برای حالت منفی وقتی بخوام یه چیزی رو کلی منفی بکنم از کدوم چانک باید توی جمله استفاده کنم چانکش اینه I don't I don't و بعد فعل تو میاری یعنی I don't verb I don't have breakfast in the morning I don't have breakfast in the morning من کلا صبح صبحونه نمیخورم پس یه چیزی رو داری به صورت کلی منفی میکنی I don't have breakfast in the morning. یا این مثال. I don't go to university. I don't go to university. I don't go. I don't go to university. من کلا دانشگاه نمیرم. یعنی دانشجو نیستم. I don't go to university. We don't eat meat. We don't eat meat. ما کلا گوشت نمیخوریم. We don't eat. پس این چانک که با don't منفی شد در حالت کلی داره یه چیزی رو منفی میکنه. We don't eat meat. ما کلا گوشت نمیخوریم. حالا در ادامه همین چانک اما با فائل های she, he و it چه اتفاقی میافته؟ She doesn't و بعد verb. چانک اینه. یا میتونی به جای she, he و یا it استفاده کنیم. She doesn't go to university. She doesn't go to university. اون کلا دانشگاه نمیره. دانشجو نیست. He doesn't work. He doesn't work. کلا شاغل نیست. کار نمیکنه. بیکار شاید. It doesn't rain a lot here. It doesn't rain. Doesn't rain a lot here. اینجا خیلی بارون نمیاد. کلا این مدلیه که بارون اینجا زیاد نمیباره. پس اگر میخوای یه جمله ای رو منفی بکنی یا I don't verb یا مثلا she doesn't verb نکته ای که اینجا میخوام توضیح بدم اکثر زبان آموزها از من سوال میپرسن که ما دو و داز رو چه موقع تو جمله باید استفاده کنیم؟ خب با این چانک ها مشخص شد وقتی میخوای یه سوالی رو در حالت کلی بپرسی با دوداز سوالتو شروع کن و یا اگر یه جمله ای رو میخوای در حالت کلی منفی بکنی باید با don't و doesn't اون جمله منفی بشه مثل مثال هایی که تو این چانک ها بهتون گفتم حالا یه گروه دیگه از سوال ها که برای حالت کلی پرسیده میشه اما همراه با WH ها هست چانکش رو ببینید مثلا What do you حالا فعلتو میذاریم What do you have for breakfast? کلن صبح برای صبحونه چی میخوری؟ What do you have for breakfast? What do you do in your free time? اوقات فراغتت چه کاری انجام میدی؟ کلن What do you حالا فعلت What do you do in your free time? یا حتی میتونی What رو برداری WH های دیگه ای رو بذاری توی جمله Where do you Where do you go at weekends? کلا آخر هفته ها کجا میری؟ Where do you? Where do you? چانکو ببین. Where do you go? At weekends. یا این سال. Why do you? Why do you? چرا؟ Why do you? Study hard. چرا انقدر درس میخونی؟ کلا تو کلا چرا انقدر درس میخونی؟ Why do you study so hard? Why do you study hard? و باز هم میتونی هر WH رو در ابتدای این چانک قرار بدی. بنابراین بچه ها ببینید درس دو در مورد present سیمپل بود یعنی حال ساده ما سالهای زیادی از دبیرستان دانشگاه و حالا تو مؤسسات در مورد present سیمپل یا حال ساده به همون گفتن و هزاران بار دو و داز رو شنیدیم اما این مهمه که ما بتونیم اینا رو موقع انگلیسی صحبت کردن استفاده بکنیم توی این جلسه من سعی کردم این نکته رو مفهوم بکنم دو و داز برای حالت های کلی استفاده میشه حالا برای اینکه این, این چانک هایی که بهتون گفتم رو بهتر درک بکنید بیایید سراغ یه روشی به نام کمپرسن یعنی روش مقایسه ای این دو گروه از جمله ها رو در کنار هم ببینید بچه چه فرقی داره من بگم I am having breakfast یا بگم I have breakfast این دوتا جمله چه فرقی دارن با هم؟ بله جمله اول با توجه به نکاتی که تو درس یک همین کتاب بهتون آموزش دادم یعنی من همین الان دارم صبونه میخورم همین الان سر میز نشستم دارم صبونه میخورم I am having breakfast ولی اگر فعل تو طبق چانک هایی که این جلسه بهت گفتم ساده بذاری تو جمله I have breakfast for example every day من هر روز صبحونه میخورم کلا اهل صبحانم پس فعل ساده بره تو جمله یعنی مفهوم کلی داره یا در حالت سوالی Are you having breakfast? Are you having breakfast? داری صبونه میخوری؟ الان ولی اگه سالم و این مدلی بپرسم Do you have breakfast? Do you have breakfast? چانکی که بهتون گفتم یعنی کلا تو اهل صبونه هستی؟ صبح صبونه میخوری؟ و یا در حالت منفی I'm not having breakfast I'm not having breakfast الان در حال صبونه خوردن نیستم دوستت بهت زنگ میزنه میگه صبونه میخوری؟ جواب میدید میگه No, I'm not having breakfast نه, نه الان در حال صبحونه خوردن نیستم الان ولی I don't have breakfast یعنی من کلا اهل صبحونه نیستم I don't have breakfast و حتی با WH ها هم اگر بخوایم سوال بپرسیم باز هم مقایسش به همین شکله What are you having for breakfast? What are you having for breakfast? الان برای صبونه چی داری میخوری همین الان ولی این سوالو ببین What do you have for breakfast? What do you have for breakfast? کلن برای صبونه چی میخوری؟ What do you? What do you? چانکی که در حالت کلی استفاده میشد. بنابراین اگه بخوام درس یک و درس دو رو در کنار هم بذارم و مقایسه بکنم به این شکل در میاد بچه ها. شما present continuous یا حال استمراری رو چانک هایی که بهتون گفتم برای لحظه اکنون همین الان واقعا اون کار داره انجام میشه و از present simple چانک هایی که این جلسه بهتون آموزش دادم برای حالت های کلیگویی استفاده میکنیم حالا برای درک بهتر این چانک ها و این در واقع مقایسه ها بریم سراغ مثال های کتاب از درس دو مثال ها رو براتون میخونم دقت بکنید تو چانک هایی که قرار کلیگویی بشه فعل ساده میاد این قسمت قسمت B Nurses look after patients in hospitals پرستارها تو بیمارستان ها از بیمارها از مریض ها مراقبت میکنن کلا این مدلی دیگه پس look after یعنی مراقبت کردن فعل ساده اومده مثال بعدی I usually go away at weekends من معمولا آخر هفته ها میرم بیرون پس go away این مثال رو داشتیم چون کلیه ساده The earth goes round the sun زمین دور خورشید میچرخه کلا این مدلی بچا دیگه درسته The earth این اون حالتیه که گفتیم اگه فایل ات باشه فقط انتهای فعل چانکت یه دونه اس بذار حالا اگر فعل به او ختم بشه به جای اس ای اس میذاریم The earth goes round the sun کلا این مدلیه The cafe opens at 7.30 in the morning این کافه ساعت هفت صبح باز میکنه کلا برنامهش این شکلیه دیگه هفت صبح باز میکنه پس چون کالیگویی اوپنز کافه گفتیم مثل ات میمونه و مثال های قسمت سی I come from Canada من از کانادا میام اهل کانادام Where do you come from تو اهل کجایی تو جمله اول دوباره فعل ساده پس کلا من اهل کانادام و تو سوال هم Where do you come from سوال رو با Where do you چانکش یاد گرفتیم تو اهل کجایی کلا مثال بعدی I don't go away very often من خیلی بیرون نمیرم خیلی جایی نمیرم کلا این مدلی هم I don't go away very often مثال بعدی What does this word mean? این کلمه معنیش چی میشه؟ کلا معنی این چیه؟ What does What does this word mean? و مثال بعدی Rice doesn't grow Rice doesn't grow in cold climates برنج تو آب و هوای سرد رشد نمیکنه نمیشه پرورش داد اوکی Rice doesnt grow کلا این مدلیه که doesnt grow رشد نمیکنه تو هوای سرد پس چون کلیگویه با doesnt داره چانک میبنده و منفی میکنه و ادامه مثال ها اینجا رو ببین what do you do خیلی مثال جالبیه what do you do what do you چانکی که برای سوالات کلی استفاده میکردیم what do you do کلا چی کار میکنی؟ چی کاره ای؟ I work in a shop. توی شاپ توی مغازه کار میکنم. پس سوال کلی بود. He's always so lazy. معمولا خیلی تنبله. He doesn't do anything to help. He doesn't do. He doesn't do. He doesn't do. کلن هیچ کاری نمیکنه که به درد بخوره. یعنی منظورش اینه کلن هیچ کار مفیدی انجام نمیده. پس کلیه he doesn't do. حالا توی قسمت دی دوباره میگه این کلیگویی رو شما میتونید با مثلا قیدهای every, often, sometimes و اینها بگید. مثال ها رو ببین. I get up at 8 o'clock every morning. من هر روز صبح ساعت 8 بیدار میشم. کلن این مدلیم. پس کلی فعل ساده بذار. I get up. How often do you go to the dentist? How often? هر چند وقت یه بار پس how often یعنی هر چند وقتی هر چند وقتی بار do you how often do you go to the dentist هر چند وقتی بار میری دندان پزشکی کلا Julie doesn't drink tea very often Julie مثل هی میمونه یا شی هی و شی و it گفتیم doesn't Julie doesn't drink tea very often جولی خیلی چای نمیخوره اهل چای نیست کلا doesn't drink. Robert usually goes away two or three times a year. Robert معمولا دو سه دفعه در سال میره مسافرت. Go away معنی مسافرت رفتن هم داره. پس Robert usually goes away. و چون رابرت از جنس هی هست انتهای فعل فقط ای اس گذاشت همین ولی کلیگویی گفتیم فعل ساده توی اون سه تا فاعل خاص آخرش اس یا ای اس میگیره بچه ها من قبلا تمام اینها رو به صورت فرمولی مو به مو بهتون درس دادم درس شماره 5 6 و 7 از کتاب قرمز در مورد پرزنت سیمپل هست حالت های کلیگویی که اونجا فرمولا رو کامل بهتون توضیح دادم و همچنین درس سه و چهار از کتاب قرمز و درس یک از کتاب آبی در مورد پرزنت کنتینیوس هست در مورد لحظه اکنون اونایی که آی دارن اگه میخواید فرمولیشون رو یاد بگیرید این درسی که شما راهشو گفتم حتما برید ببینید لینکشو بر تو این بالا میذارم تو قسمت دسکریپشن هم قرار میدم لینک این درس ها رو حالا بریم سراغ درس سه بچه ها درس سه ببینید یه حالت مقایسه ای ایجاد کرده که کجا از کدوم فرمول ها استفاده کنیم چه زمان ساده چه زمان آینجی داشته باشه ببینین قسمت رو The water is boiling. آب داره میجوشه. یعنی همین الان اون آبی که سر گاز گذاشتی داره قل میزنه، داره میجوشه. Be careful. مراقب باش. اما بخوای کلی بگی جملت به این شکله. Water boils at 100 degrees Celsius. یعنی آب توی 100 درجه سلسیوس چی به جوش میاد کلا این مدلی آب پس اینجا که داریم به صورت کلی مطلب رو بیان میکنیم فعل به شکل ساده میاد توی جمله listen to those people به اونا گوش کن به اون آدما گوش بده what language are they speaking به چه زبونی دارن صحبت میکنن همین الان اونا دارن به چه زبونی صحبت میکنن پس به چانک دقت کن جی داره و تو بی اما کلی excuse me ببخشید do you speak English؟ do you speak English؟ کلا شما انگلیسی صحبت میکنی؟ پس do you مثال بعدی از این قسمت let's go out بیا بریم بیرون it isn't raining now الان بارون نمیاد بیا بریم بیرون الان در حال بارش باران نیست اون آب و هوا اوکی it isn't raining now ولی کلی بخوای بگی It doesn't rain very much in summer. تو تابستون خیلی زیاد بارون نمیباره. بارون نمیاد. I'm busy. سرم شلوغه. What are you doing? چی کار داری میکنی؟ پس ببین What are you doing? الان داری چی کار میکنی؟ ولی کلی بخوای بپرسی What do you usually do at weekends? What do you? What do you? کلا آخر هفته ها چه کاری انجام میدی؟ چی کار میکنی؟ I'm getting hungry. داره گرسنم میشه. داره گرسنم میشه الان. Let's go and eat. بیا بریم یه چیزی بخوریم. ولی کلی بخوای بگی I always get hungry in the afternoon. من معمولا بعد از ظهرها گرسنم میشه. کلا این مدلیم. Okay? I always get hungry. فعل ساده آورده. Kate wants to work in Italy. کیت میخواد تو ایتالیا کار بکنه. So he's learning Italian. بنابراین داره داره ایتالیایی میخونه یا الان یا این روزها. و جمله کلیش most people learn to swim when they are children. اکثر آدما लर्न یاد میگیرن که شنا بکنن. وقتی که بچن کلا این مدلی اکثر آدمها تو بچگی شنا کردن رو یاد میگیرن پس لرن اینجا کلیگویی بود ساده اومد The population of the world is increasing very fast. جمعیت جهان is increasing. داره افزایش پیدا میکنه very fast. خیلی سریع. این روزها جمعیت جهان در حال یا داره افزایش پیدا میکنه. کل این نکات رو تو درس یک از کتاب آبی بهتون توضیح دادم. اگر متوجه نمیشید باید اول اون درس رو ببینید بچه ها. اوکی؟ و اگه بخوایم کلی گویی بکنیم Every day the population of the world increases by about 200,000 people. هر روزه جمعیت جهان حدود 200,000 نفر افزایش پیدا میکنه. کلن این مدلیه. روزانه به صورت کلی دیویس هزار نفر به جمعیت جهان اضافه میشه و فعل بعدی که خیلی مهمه لیو یعنی زندگی کردن اگر یه جایی موقت زندگی میکنی باید توی چانک ing یا present continuous یا حال استمراری بذاری اما اگر کلا به صورت دائم یه جایی زندگی میکنی فعل و ساده تو جمله میذاری این دوتا مثال رو ببین I'm living with some friends. یعنی موقتا با یه چند تا از دوستام دارم زندگی میکنم. در حال زندگی کردن هستم until I find a place of my own. تا وقتی که یه جایی برای خودم پیدا بکنم. پس اینجا موقت شد. به صورت کلی my parents live in London. پدر مادر من لندن زندگی میکنن. کلا اونجان. They have lived there. all their lives. کل عمرشون و کل زندگیشون اونجا زندگی کردن. اوکی؟ okay? پس کلی گویی. و مثال بعدی You're working hard today. امروز خیلی داری کار میکنی یا امروز الان داری. You're working. Yes, I have a lot to do. آره خیلی کار دارم. ولی کلی Joe isn't lazy. جو اصلا تنبل نیست. He works hard most of the time. معمولا خیلی کار میکنه. کلا این مدلیه که خیلی کار میکنه. خب این از مثال ها پس متوجه شدیم در حالت کلی چطور جمله بندی بکنیم و در حالتی که میخوایم بگیم همین الان داره اون کار انجام میشه جمله های انگلیسی رو چطوری بسازیم توی قسمت B از درس سه بچه ها یه چانک خیلی جالب داره و پر استفاده البته که این چانک رو هم بیاید با هم یاد بگیریم به این فرض کن یه کار بدی رو به صورت عادت همیشه داری انجام میدی مثلا میگی تو که همیشه این کلیدات رو گم کن تو که همیشه قور بزن خب این چانک ها رو ما چجوری بگیم خیلی راحته مثلا میخواید بگید که من که همیشه این کلیدامو گم میکنم یه کار بدی که دیگه عادت شده برام I'm always و بعد فعل ing پس چانک به این شکله I'm always always باید باشه تو فرمولا I'm always فعل ing For example I'm always losing my keys من که همش کلیدامو گم میکنم I'm always losing my keys یا مثلا He's always complaining. Complain یعنی قور زدن. He's always complaining. اون که همیشه در حال قور زدنه. He's always complaining. یا مثلا You're always looking at your phone. You're always looking at your phone. تو که همش به همون گوشی چسبیده باش. مدام نگاهت به اون گوشیه. Look at یعنی نگاه کردن به. یعنی تو مدام داری به گوشیت نگاه میکنی سر ات تو گوشیته You're always looking at your phone پس این چانک رو یاد بگیرید که توی مکالمات روزمره خیلی خیلی کاربرد داره حالا مثال کتاب رو ببینید I've lost my keys again یه بازم کلیدام رو گم کردم I'm always losing them همش اینا رو گم میکنم من Paul is never satisfied این پاول که هیچ وقت راضی نمیشه هیچ وقت خوشحال نیست He's always complaining. همش در حال غر زدنه. و مثال آخر You're always looking at your phone. You're always looking at your phone. تو که مدام سر تو گوشیته. Don't you have anything else to do? هیچ کار دیگه ای نداری برای انجام دادن؟ بنابراین درس یک دو و سه جنبندی present simple و پرزنت continuous بود بچه اگر این درس رو خوب یاد بگیرید به راحتی مثل بلبل میتونید با این دو زمان شروع بکنید به انگلیسی صحبت کردن چون دو و داز و کلا پرزنت سیمپل یکی از پرکاربردترین ترین زمان ها در زبان انگلیسیه که اگر خوب خوب درک بکنید و بتونید استفاده کنید دیگه کارتون راه افتاده است فقط یه نکته بهتون بگم بچه ها در درس شماره دو قسمت ای یه نکته ای هست که چانک که خاصی هست این قسمت رو نگه میداریم با درس بعدی بهتون توضیح میدم اوکی؟ پس قسمت ای از درس دو قرار شد بریم با درس شماره چهار با هم بخونیم درس های مرتبط با اون چیزی که امروز بهتون درس دادم رو در قسمت توضیحات این ویدیو قرار میدم حتما تو کتاب قرمز و حتی کتاب آبی بچه ها این درس ها رو ببینید بهتون کمک میکنه به درک بهتری برسید و راحت تر بتونید موقع انگلیسی حرف زدن ازشون استفاده بکنید خب این دو درس هم تموم شد لطفا لایک و سابسکرایب کردن کانال یادتون نره و من منتظر نظراتتون در قسمت کامنت ها هستم برای من بنویسید آیا روش چانک روش مناسب و خوبی بوده تا اینجا براتون یا نه و باز هم مثل همیشه مرسی که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید.